سلام به همه روبکس دنیای وارکرافت، امیدوارم هر جا که هستید حالتون فوق العاده باشه. خیلی خوش اومدید به ویدیوی مانت دیگه. من فورتینکم و امروز تو این ویدیو میخوام براتون آموزشی گرفتن یه مانت دراگون خیلی خفنه بتونم که خیلی راحت میتونید بیت به دستش بیارید. میدونم که الان دراگون فلایت اومده، خیلی رفتن نسخه اپیکو هیرویکش رو خریدن، دراگون سبز رو گرفتن و خیلی از شما دوستان شاید پول نداشته باشید بیت هنوز اونو بخرید و حسرت اون دراگون سبز رو دارید میخورید. من تو این ویدیو میخوام یه دراگون خفن‌تر رو بهتون معرفی کنم که خیلی راحت بتونید برید بگیرید و دیگه حسرت اون دراگون سبز هم نخورید. پس حتما ادامه ویدیو رو تا انتها با من همراه باشید. خب دراگونی که امروز تو این ویدیو میخوایم بگیریم بچه، بعد دقیقاً بیاید این قسمتی که من هستم جلوی کاراژان. حالا بگید اینجا کجاست؟ توی استرن کینگدوم. دقیقاً ناخونید این قسمت از استرن کینگدوم، یه خود زوم اوت کنم که بفهمید. ناخونید توی آزروس، توی استرن کینگدوم و این قسمت. خب بچه‌هایی که الیانس هستن که خیلی راحت از استرن وین میتونن فلای کنن این مسیر رو بیان. بچه‌هایی که هورت هستن هم حالا دیگه تایتش یا از آندر سیتی یا از سیلور مون سیتی میتونن بیان. اگه هم مثل من دروید هستید بچه، از لول دریم واکتون استفاده کنید. همین لولی که من دارم استفاده میکنم، برید تو مونگلید، از اونجا تلپورت رو نزدیک به اینجا خیلی داره. بذار بهتون نشون بدم. حالا کنیم به این مسجد اینجا که اومدید با لولتون، اینجا تلپورت داسکوود رو میگیرید. همین که دارم سمتش میرم، خیلی ایزی میایید توی این پورتال و همینطور که میبینید پورتال که بگیرید شما رو بغل این مپ بغلی اینجایی که میخواییم بریم میاره، خیلی مسیرتون کوتاه میشه. پس اگه دروید هستید از این لولتون استفاده کنید، اگه الینس هستید که از استرون وین فلای کنید، اگه هورد هستید دروید هم نیستید دیگه تایتش اینه که از آندر سیتی فلای میکنید تا اینجا میای که کار خیلی سختی نیست. پورتال آندر سیتی توی خود اوگریمار هم هست، از اوگریمار پورتال آندر سیتی رو میگیری اونجا فلای میکنی میای اینجا. این از رسیدن به دم در دانجنش. خب بچه به اینجا که رسید دقیقاً این بالا روی این پله باید بیاید و اینجا جلو در ورودی دانجنشه. نکته مهمی که داره اینه که این دانجن رو بعد تو حالت مایتیک بزنید تا اون دراگون رو براتون دراپ کنه. پس تو خودتون کلیک راست میکنید، دانجن دیفیکالتی رو میذارید رو مایتیک، محض احتیاط رید دیفیکالتی رو میذارید رو مایتیک و وارد دانجن شید. وقتی که رو حالت مایتیک دارید میزنیدش، هفته یه بار بیشتر نمیتونید بزنید. و بچه از همین الان بهتون بگم چانس دراپ این دراگون 20% یا بالای 20%ه، که خب اگه شما 5 نفر توی یک گروه باشید بیاید اینو بزنید 100% واسه یه نفرتون دراپ میکنه. ولی مطمئنم خیلی از شما مثل من سولو میایید این دانجن رو بزنید، شاید همون دفعه اول براتون دراپ نکنه. کاری که میتونید بکنید اینه که هفته های متوالی بیاید امتحان کنید، چون هر هفته یه بار بیشتر نمیشه زد. و اگه کاراکترهای متفاوتی داری، مثلا کاراکتر آلت زیاد داری، با 4-5 تا از کاراکتر آلتت بیا اینجا ترای بده، بالاخره واسه یکیشون دراپ میکنه، کلش 10 دقیقه بیشتر طول نمیکشه که الان من توی این ویدیو بهتون نشون میدم. بچه باید برید یه سری کریستال توی دانجن هست که اون کریستال ها رو جمع کنید و بعدش هم برید یه باس رو بکشید. دقیقا این مسیری که من میرم، اگه شما هم برید میتونید این دراگون رو دراپ کنید. پس خیلی حواستون باشه. اگه درویدید شما هم مثل من وین کنید و وین برید، چون خیلی بهتره دیگه. با این عدالت لول این ادا پایین راحت میتونید بکشیدشون. ولی اگه وین واک کنید برید خب خیلی سریعتر میشه کارتون دیگه. مثل من دقیقا این مسیر رو باید بیایید. دقیقا همین مسیری که من دارم میرم و برید و کاری که من میکنم و انجام بدید. حالا میزنمش دور توند اینجاها رو که زیاد وقتتون رو نگیره. به اینجا که رسیدید با این NPC بس دقیقا نکنید این کریستالی که اون روبرو هست رو باید بگیریم بچه. با این NPC اول صحبت میکنید و تا یه سری صحبت کنید، یه سری حرف بزنید، قسمت اول شد چه این باس بیاد. خود زر میزنه اولش. نه اینجا چه خود شاید اعصاب خورد کن باشه، یه عالمه باید بیان صحبت کنن و نمایش اجرا کنن اینا در کل، ولی 2-3 دقیقه کلش بیشتر طول نمیکشه. حالا من اینجاهایی که یه خود بورینگر رو قطعا میذارم رو دور تند که شما فقط بفهمید که کدوم مسیر رو باید برید. دیگه خودتون اومدید با دقت گوش کنید ببینید این NPC ها چی زر میزنن. واسه من که اصلا مهم نیست چی دارم میگم. خب این دوتا جادوگر رو مثل این که باید بکشیم، این دوتا رو باید بکشیم، بعدش بریم سراغ اون کریستال. بیاید پایین دیگه، خسته شدم، چقدر زر میزنید، بیاید پایین. چه کشتنشون خیلی ایزیه، اوورپاورید دیگه تمام به همین سادگی.
و بعدش میریم سراغ کریستال. اینجا هم دارم بهتون پیشنهاد میکنم که اگه این ویز دارید مثل من این ویز کنید و این مسیر رو بیایید. البته میتونید همه این ادا رو هم بکشید چون اوورپاور هستید، ولی خب ما میخواییم سریع تر به مانت برسیم، واسه همین از این روش استفاده میکنم. شما اگه دروید دارید مثل من فقط این ویز کنید و اینا رو اسکیپ کنید، نیاز نیست اینا رو بکشید، فقط وقتتون رو میگیره. این قسمت میاید و اولین کریستال رو برمیدارید. تو این کریستال رو که برمیدارید یه باف رو تو میفته که میبینید 7 دقیقه رومه. تو این 7 دقیقه شما سریع باید خودتون رو برسونید به کریستال بعدی که خیلی سخت نیست بچه ها. سریع میرید سرعتی انجام بدید میتونید کارشو تمام کنید. اینجا میرید سمت چپ، اینو مستقیم میرید، اینو تا ته میرید، اینو میرید سمت چپ دوباره. اینایی که اینجا هستن رو این ته رو میکشید چون کریستال بعدی اینجاست. این چهارتا رو میکشید، میرید دوباره لیتشون هم کردی کریستال بعدی در اینجا ور میدارید، بعدش دوباره وین میکنید و همین مسیری که اومدید و بر میگردید. اینجا میرید سمت راست، این اتیکه رو باید همش مستقیم برید بچه ها، مستقیم برید برگردید. و به این قسمت میرسید. از اینجا که من میام شما اینجا رد میشید، میایید از توی این ورودی و اینجا که رسیدید بعد این ادایی که این دور و بر هست رو بکشید چون اینا اذیتتون میکنن. کریستال بعدی که میخواید بردارید اینا اذیت میکنن و اینجا کریستال بعدی رو چنیمش میکنید. بعد اینکه کریستال اینجا برداشتید این پورتالی که این ته هست رو میگیرید و این مسیری که دقیقا من میرم شما هم میرید. اینو میرید سمت چپ، اینو میایید اینجا میایید پایین، اینو دوباره میرید بالا. اینجا من دوباره وین میکنم، از اینجا برید از این قسمتی که سبزه از اینجا میپرید پایین بچه ها و کریستال بعدی که بعد بگیریم دقیقا اینجاست. مجبوریم این چند تا باس حالا عدی که اینجا هست رو بکشیم. اینا رو میکشید، اینا میکشید، بعدش یه سینماتیک میاد که ما ردش میکنیم بره. میریم کریستال رو ور میداریم، بچه کریستال رو اینجا ور میداریدم که کلید هم اینجا افتاده، این کلید هم حتما باید وردارید، یادتون نره که این کلید رو حتما وردارید. بعدش دوباره وین میکنید، حالا اگه وین واک هم نمره هیروتون مهم نیست، سر راه هرچی عد هست بکشید، تایم به اندازه کافی دارید. این دقیقا از این مسیری که من میرم شما هم باید بیاید پلار میایید بالا. اگه دقیقا همین مسیری که من میرم و بدید همین کاری که من میکنم و بکنید خیلی راحت بچه به مانت میرسید. این یه دونه ادم میکشیم چون که سر راهمونه و اگه از توش رد شیم این ویزمون از بین میره. دوباره این ویز میکنیم ادامه مسیر. به اینجا که رسیدید بعد این ادایی که این دور و بر هست رو بکشید چون میخوایم باسش رو بزنیم. این ادا اذیت میکنه در کل که اوورپاورید دیگه، خیلی ایزی میتونید همه اینا رو همینطور که میبینید شتک کنید و یه ابزورد شیلدی روشون رو تو ابزورد شیلد بپره خوب طول میکشید. خود باسش هم میکشیم و بیداریم. این باس هم میکشید و لوت میکنید، همطور که میگید کریستال میفته، این کریستال آخر هم ور میدارید. و دوباره از همون مسیر بچه ها بر میگردیم.
اینجا اینوری میاید، اینجا رو بچه ها میپرید پایین، باز دوباره اینجا رو هم میپرید پایین، اینجا رو هم میرید پایین همینجوری مستقیم، از تو این سوراخ رد میشید. بچه به اینجا که برسید مدیوو میبینید، اون کریستال های قبلی رو گرفته باشید، یه باف رو تو میافه، دقیقا این بافی که رو هیروی منه 4 دقیقه رو هیرو مونده. اگه همه اون کریستال ها رو طبق چیزی که من تو ویدیو گفتم بگیرید، این باف رو تو میافته. به این قسمت که بیاید میتونید مدیوو ببینید، باش صحبت میکنید و حالا یه سری صحبت ها میکنه تا این دراگون بیاد ما بکشیمش. بچه من در واقع با اون کاراکتر قبلیم به اینجا که رسیدم دیسکانکت شدم و این تایمه تمام شد، نتونستم کامپیتش کنم، با یه کرکتری دیگه دوباره اومدم. اون مراحل قبلی دقیقا همون مراحلیه که تو بهتون توضیح دادم، فقط این قسمت کرکترم عوض شده، چون دقیقا با کرکتر قبلی وقتی به اینجا رسیدم دیسکانکت شدم، مجبور شدم دوباره با یه کرکتر دیگه بیام همه اون مراحل رو بیام. شما که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید، فقط یه تیکش میبینید کاراکترم عوض شده، مراحل قبلی دقیقا همونی که تو ویدیو دیدید، همون مسیر رو طبق همون چیزی که بهتون نشون دادم میرید، کریستال ها رو جمع میکنید، همه کریستال ها رو که جمع کنید این باف رو تو میفته که 5 دقیقه رو تونه، تو اون 5 دقیقه وقت دارید که از دانجن بیایید بیرون، قسمت دانجن مدیو رو ببینید، مدیو هم براتون دراگون رو سامن میکنه که شما بزنید بکشیدش. دراگون میاد و دراگون رو میکشید. تبدیل میشه به این بون، این بونم میکشید. و تمام. ببینیم بهمون مانتو میده یا نه. مانتو بهمون نداد. متاسفانه مانتو بهمون نداد، ولی بچه چند ستا پیش 20% اگه با دو سه تا کاراکتر، اگه کاراکتر آلت دارید دو سه بار بیایید ترای کنید، قطعا مانت براتون دراب میشه. کاراکتر آلت هم ندارید، میتونید چند هفته پوش سر هم بیاید دراب کنید، کلن 10 دقیقه از اول تا آخرش بیشتر طول نمیکشه. دم همه تون گرم که این ویدیو رو تا انتها با من همراه بودید. امیدوارم که برید این رید حالا یا دانج رو بزنید و تش مانت براتون دراب شه. اگه 5 نفره برید قطعا 100% واسه یکیتون دراب میشه. و اگه هم مثل من میخواید سولو ترای بدید، حداقل دو سه تا کاراکتر بیاید ترای بدید که براتون دراب شه، یا اگه یک کاراکتر بیشتر نرید 2-3 هفته متوالی بیایید این کار رو انجام بدید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و هر سوالی که تو ذهنتون بود همین پایین تو بخش کامنت ها بنویسید. همه کامنت ها رو میخونم و جواب میدم، بهترین کامنت هم پین میکنم که بقیه بتونن استفاده کنن. دیگه فکر نکنم چیزی بمونه. تا ویدیوی فردا، فعلا خداحافظ براتون.